در برنامه امروز میهمان ما آقای دکتر اسد همایون هستند، نامی آشنا و محبوب برای بینندگان تلویزیون اندیشه. همینجا پیش از هر چیز خدمتشون عرض ادب میکنم. آقای دکتر سلام بر شما. درود و احترام به شما و همینانم که برنامه شما رو دنبال میکنند. آقای ماری خیلی ممنون. آقای دکتر اسد همایون، با تأسف باید خبر درگذشت دریاسالار حبیب اللهی رو خدمت همیهنان گرامی که تا کنون نشنیدند اعلام کنیم. دریاسالار حبیب اللهی دانشگاه عالی جنگ آمریکا رو دیده بود، دانشگاه دریایی انگلیس رو، و کسی بود که هایزر در کتابش از او به عنوان هوادار شدت عمل یاد کرده بود. آقای دکتر، شما با ایشان دوستی داشتید؟ بله، اولا باید عرض کنم که ایشون آخرین فرمانده دریایی پر افتخار شاهنشاهی ایران بود و مردی بود بسیار مطلع، آگاه، بسیار شجاع، وطن پرست، مدیر، مرد کم حرف و فکور بود. بارها من با ایشون سفر داشتم. البته دوستی ما از موقعی شروع شد که بعد از این تحولات از ایران آمد به امریکا و این دوستی تا آخرین روز حیاتش گفت بر یک عهد و یک میثاق باقی ماند. بارها ما با سفر رفتیم با ایشون، بارها در کنفرانس های مهم راجع به ایران و مسائل جهانی و استراتژیک شرکت داشتیم. ایشون در کنفرانس ها آرام سو حرف می زد، فکر می کرد، متین بود و بسیار مؤثر. دریاسالار به گذشته ایران خیلی افتخار می کرد. بارها با هم صحبت کردیم. می دونید بعد از اینکه داریوش بزرگ مصر را به صورت ساتراپی در مدار ایران قرار داد، کامبیز بنیانگذار نیروی دریایی ایران در 525 قبل از میلاد به رهسپار مصر شد با 600 کشتی جنگی به نام ترایرم. هر کشتی جنگی 60 پاروزن داشت، یک طرف 30 نفر، طرف دیگر هرودوت، پروفسور استار، پروفسور ویلینگا، همه راجع به این مسائل صحبت میکنند. میدونید اصولا حرکتش دولت شاهنشاهی برای ایجاد نظم نوین هخامنشی در دنیا بود. چپاول نبود، استثمار نبود. اگر بخواهیم ما نظم هخامنشی را خلاصه کنیم در دو کلمه: آزادی بشر، احترام به مذاهب، همینطور که در لوحه کوروش کبیر آمده. بنابراین حبیب اللهی افتخار میکرد به گذشته. آقای مهری، افتخارات گذشته تعصب و غرور نیست، قسمت مهمی از توانایی های ملی هر کشوری است، انرژی است برای سازنده آینده. و تیمسار حبیب اللهی کسی بود که انتلکتوئل بود، یعنی مرد نظر و عمل، همینطوری که اشاره کردید تأثیرات عالیه داشت. فرماندهی دریای دانشگاه جنگ آمریکا را در رود آیلند گذرونده بود، از افسران تحصیل کرده ایران بود، مطلع بود، شجاع بود. ایشون در کابینه آزاری علاوه بر فرماندهی دریایی دو پست وزارت را هم نیز داشت و مرد عمل و مرد نظر بود. و بله، همینطور که اشاره کردید هایزر، جنرال هایزر هم اشاره کرده، از مقامات و
منابع امریکایی هم من شنیدم و خودشون هم بارها گفتن طرفدار شدت عمل در برابر انقلابیون بود و هدفش اقدام نظامی به نام شاه، یعنی پلس کودتا شاید بتونیم بگیم. و ایشون از میان ما رفت، مرد بزرگی بود، من همیشه او را مس میکنم. و اجازه بدید که اشاره بکنم، چون من یک دید عرفانی به پایان زندگی دارم آقای موری و متأثر هستم از نابغه بزرگ و عارف ایران مولانا جلال الدین. جلال الدین کسی است که مرز بین جماد و نبات و حیوان و انسان را به کل میشکنه و ما را به هستی بالا یعنی به خداوند وصل میکنه. خیلی مهمه. اگه اجازه بدید چند بیت از مولانا من بخوانم. بفرمایید. از جمادی مردم و آدم شدم و از نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. ببخشید، به حیوان سر زدم. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه گویم کی ز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شدم، اون چه اندر وهم ناید آن شدم. سردار ما، من ریاسالار ما، به اون چه که اندر وهم ناید اون شد و درگذشت و همیشه من ایشون را میس میکنم. بزرگی ایشون را، دلاوری ایشون را، شایستگی و شجاعت این مرد بزرگ را. حالا سوالی دارید در این باره من عرض میکنم. آقای دکتر، سوال من این است که فکر کنم سوال همه باشه، این است که ایشون هوادار شدت عمل بود و به نوعی کودتا، اگر این کودتا اجرا می شد به راستی مفید می شد، تأثیر مفیدی داشت یا خیر؟ آقای موری، من در حدود 30 سال است درباره این حوادث مطالعه می کنم، باید زیادی صحبت کردم، چه در امریکا، چه در اروپا، چه کسانی که از نزدیک دخالت داشتند. شاید یک روزی با شما در این باره صحبت کنم. فرص های بسیار مرئی و نامرئی در روی کار آوردن ملایان در ایران دست داشتند. قسمتی ممکنه هیچ وقت آشکار نشه، من نمیتونم. قسمتی ممکنه آشکار بشه و طولانیه. پروفسور لاکر یه حرف میزنه، مورخ معروف انگلیسی است، که میگوید که بعد از 2000 سال مورخین راجع به علل سقوط روم همقیده نیستند. و اما درباره سوال شما که آیا مایز مفید بود یا نبود، من شما را احاله میدم به کتاب کرین برینتون، Anatomy of Revolution، تشریح انقلاب. ایشون انقلابات مهم دنیا رو، البته قبل از انقلاب ایران 7-8 سال فوت شده، استادش معروف هاروارد بود، انقلاب انگلیس رو در زمان چارلز اول قرن 18، انقلاب روس رو در زمان نیکولای دوم قرن 20، ببخشید بیست، بله، انقلاب لویی 16 را در قرن 18، اینا را بررسی کرده و یک یا حرف بسیار مهم میزنه، سند میاره، میگوید که این سرتش انگلیس، روس و فرانسه بد کافی قدرت داشتند که جلو شورش و انقلابیون را بگیرند، ولی اراده کافی برای این کار در اون سه کشور نبود. در زمان
شاه فرید ما 500,000 نیرو داشتیم، 500,000 بهترین نیروی دریایی با عالی‌ترین سلاح‌های پیچیده دنیا که حتی تازه در وارد ارتش امریکا شده بود، من چون از نزدیک می‌دانستم، و بهترین نیروی هوایی. و به قول خود هایزر میگه فقط گارد میتونست گلگار رو بکنه. چرا نشد؟ شاید اراده کافی نبود. و به دو دلیل، یکی این که شاه بیمار بود نتوانست تصمیم بگیرد، و دوم آقای کارتر فرش را از زیر پای ایران کشید. این خلاصه است که من میتونم بگم بله، من شخصا معتقدم اگر اراده توانا بود، از نیروهایی که در اختیار ایران بود استفاده می کرد، این کار عملی نمی شد. آقای کرنبینتون هم همین حکم را میده. من هم با این موافقم. این خلاصه بود که می توانستم حضور دوست گرامی عرض کنم. یعنی کودتا مفید مؤثر بود، اقدام نظامی اگر اراده قوی باشد همیشه مؤثر است، همیشه مؤثر است. در قبل از انقلاب شوروی یک مردی بود به نام استولیپین، در تاریخ شوروی من خوندم، در شوروی سابق، استولیپین میگه که ما میتونیم به آسانی بگیریم ولی اشکالات داره که نمیگذارن. بله، نخست وزیر روسیه بود. بله، میشه گرفت، ولی خب گاهی هم آقای موری دخالت حوادث در امور بشر، این تیکرم من همیشه معتقدم کارش نمیشه کرد، هست دیگه، پیش بیاد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر همایون. درباره انتخابات آمریکا که به زودی انجام خواهد شد، در فکر میکنم در سراسر جهان کسی نیست که در این مورد فکر نکرده باشه و نظری نداده باشه یا نظری نداشته باشه. میخواستم از شما پرسش کنم اثرات این انتخابات در دنیا چه خواهد بود، همچنین در ایران. یکی از کارشناسان سابق من خوندم گفتش که وقتی امریکا عدسه کنه دنیا سرما میخوره. امریکا قدرت بزرگیست، خیلی بزرگه، خیلی مهمه، ماشین عظیمیست. ببینید دنیای سیاست آقای موری در ماورای نیک و بد قرار گرفته، ولی ما میبینیم اولین باره که دنیا نگرانه، اروپا نگرانه، و شاید چین خوشحاله، شاید روسیه خوشحاله، شاید نه، بلکه گفت تقریبا نه، بلکه آقای پوتین. خانم کلینتون اولین بار است که یک زن به عنوان یک زن در مقابل مرد قرار گرفته برای رسیدن به کاخ سفید. دو شخصیت متفاوت، دو دید متفاوت، با دو تجربه و نگرش به آینده. یکی سابقه سیاست و تجربه داره، ولی اینکه اشتباهات بزرگی کرده، حالا بعد ممکن صحبت کنیم. دیگری بدون سابقه سیاسی، بدون تجربه، یکی میدونه چی میگه تا حدی، دیگری نمیدونه چی میگه. یکی دنیا و رهبران دنیا را خوب میشناسه و سفرهای زیادی کرده، رهبران دنیا را دیده در زمان وزارت خارجش، و دیگری این تجربه اینا نداره، نایبه، تازه کاره، و اصولا یکی آرام حرف میزنه در مباحثاتشون، دیدی مناظراتشون، دیگری با آمریت حرف میزنه، گاهی هم کلماتی میاره که شاید دور از متانته. مهمتر از همه اینه که یکی طرفدار حفظ توازن قواست و طرفدار استیتس کوست.
امریکا 70 سال یک کشور استیتس کوست با تمام کشورها قرارداد دفاعی داره، اونها متکی به امریکا هستن، مخصوصا ناتو، ژاپن، تایوان، کره جنوبی منظورمه، و ایشون میخواد این استیتس کو رو به هم بزنه، یعنی زیر و رو بکنه همه چیز، یعنی وضعیت موجود، ولی گاهی هم حرفاشو تغییر میده، یعنی تزلزل داره در فکرش و در صحبتش. حتی آقای دکتر ببخشید، استیتس کو رو ترجمه کنید لطفا. وضع موجود بله. ببینید آقای چیز، درباره مهاجرین، رابطه با دیگران، مسئله مسلمانان و مسئله ناتو، حرفای عجیب غریبی زده که همه رو ترسونده، لرزونده حتی، و اون چی که میگوید از واقعیت‌های سیاسی جهان دوره. ایشون توجه به جهان جیوپولیتیکس و رقابت‌های دنیا اصلا نداره. یکی مشاورین درجه اول دنیا رو جمع کرده، خانم کلینتون، و در رأسش آقای به نام کلینتون که شوهرشه. دیگری مشاورین درجه اول من ندیدم توشون، داره، نمیگم نداره، و عجیبه که ایشون گوش به حرف مشاور نمیده. و یکی این که میدیای جهان الان چون میترسند همه ایشون رو آدم خطرناکی میدونند. چرا؟ برای اینکه در حزب خودش هم شکاف انداخته. خانم کلینتون وحدت حزب خودش رو داره، عده‌ای از حزب جمهوری خواه طرفدار خانم هستن، و ایشون آقای ترامپ حمایت کامل حزب جمهوری خواه را هم نداره. این گرفتاری هاییست که این هر دو با هم دارند، و کی کدوم وارد کاخ سفید میشن من نمیدونم. خانم کلینتون در زمان وزارت خارجش اشتباهات بسیار زیادی کرد در مورد چین و در مورد روسیه، در مورد کریمه، و همچنین در مورد خاورمیانه. در مورد خاورمیانه ایشون کسی بود که آقای حسنی مبارک رو دراز کرد و اخوان المسلمین را سر کار آورد. و بعد در مورد مسائل ایمیل بسیار بسیار بی احتیاطی کرده، دور از احتیاط تا یک وزیر خارجه است، ولی من حیث المجموع تجربهش بیشتره، شاید این تجربه مفید باشه، من نمیدونم. ولی اشاره کردید که اینها با یک دنیای بسیار ناپایداری روبرو خواهند. این دنیای ناپایدار رو چیکار میخوان بکنن؟ هر کسی سر کار بیاد، اون چی که قبلا گفته و حرف زده حرف بوده، وارد عمل میشه، با مسائل ژئوپلیتیک دنیا رو روبرو میشه. آقای مهری اکنون در حدود 12 جنگ با تنش کوچک و با تنش بسیار بزرگ در دنیا وجود داره. چرا حلی برای اینا خواهند داشت؟ هر کدوم از اینها بیان 3 ماهه اول وقتشون رو باید بگذرونن تعیین افرادی که باید سر کار بذارن. چندین پست بسیار مهم، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس CIA و رئیس شورای امنیت ملی، و مخصوصا رئیس اینتلیجنس 17 اینتلیجنس امریکا. اینا آسان نیست. امریکا الان گرفتاری زیاد داره، و اونطور که آقای ترامپ میفرماید یا میگوید که من مسئله داعش رو حل میکنم، گفت دستی از دور براتش دارن. مسئله آیسیس یا داعش بین آسانی حل نمیشه. چجوری حل میشه؟ همیشه این تهدیدات ژئوپلیتیک در دنیا وجود داره، مخصوصا در سوریه، تمرکز قدرت های روس و آمریکا، مخصوصا تمرکز قدرت روس. روس پلی زده از همدان به سرتاسر خاورمیانه.
و مهمترین قدرت مهم خودش را در لازقیه و در تارتوس مستقر کرد. اسکندر یعنی S300 و S400 را در اونجا آورد، سلاح‌های خودش را هم آورد و به ناپایداری دنیا آقای پوتین بسیار کمک کرد. و امریکا هم صحبت کرده که ما میتونیم نیروهای روس را، یعنی آقای دنفورد رئیس اتحاد مشترک امریکا گفته از بین ببریم. آقای پوتین سخندوش گفته که هواپیما ها هر کدوم بیان دیگر بر نمی کردن. آیا بلوف؟ من نمیدونم، ولی دنیا با یک خطر بسیار زیادی روبروست. من کتاب خوندم راجب آقای پوتین، چندی دو سه کتاب خوندم. آقای پوتین مرد عمل هست ولی مرد بلاف هم هست. در اونجا اشاره می کند که در وقتی فرو پاچید امپراتوری شوروی، در استازی مرکز اطلاعات آلمان شرقی و جاسوسی آلمان شرقی 5,000 نفر گرد آمدند که محاصره کردن. 7-8 بلاک اونورتر یک ساختمان بزرگی بود، تمام پرونده های کچیبی در راجب آلمان و اروپا در اونجا بود. محافظ اون یک سرهنگ دومی بود به نام ولادیمیر پوتین، یعنی آقای فعلی، و 4 نفر بیشتر نداشت. ایشون دید 300 نفر یا 400 نفر ایشون محاصره کردن ساختمان رو. پیام فرستاد به روسیه، اصلا کسی گوش نداد. بعد آمد بیرون بدون اسلحه، گفت من به سربازانم که در داخل هستن دستور دادن همه شما را به تیر ببندن. این بلوف عجیب بود که گرفت. حالا در این مورد جنگ مسئله بلوف تنها نیست، مسئله اشتباه بشری است که ممکنه بشه. تمام نیروها در اینجا متمرکز شد. امریکا در خاورمیانه مثل این که داره خدافظی میکنه. و حالا بخواهید در مورد سوریه من یک کمی صحبت میکنم. به هر حال اوضاع دنیا هیچ خوب نیست. این دو نفر هر قدر که قدرت داشته باشند کاری نمیتوانند بکنند. و در تاریخ سیاسی دنیا و آمریکا اولین باره که توازن قوا در دنیا به هم خورده. یعنی نظم دنیا تقریبا به موی بسته است، هیچ وقت اینطور نبود. هر وقت توازن به هم بخوره اونجا جنگ. از جنگ پلوپونز به این طرف این یک قاعده یک کلیست. و نمیدونم امریکا یا دست به کار میزنه یا نمیزنه. من نمیدونم. و چه اقدامات این دو نفر، حتی این دو نفری که تازه میان به جای آقای اوباما کاری خواهند کرد، من نمیتونم. حالا بخواهید درباره این محل گفتش که لانه زنبور و خطرناک در میدل ایست صحبت میکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر همایون. خاورمیانه یعنی مجموعه خاورمیانه یک مجموعه در هم شکسته است. اگر بخواهیم خلاصه کنیم مطالبی که شما درباره خاورمیانه تا این لحظه فرمودید، و من فکر میکنم اون لانه زنبور که شما میگین سوریه است. بله، سوریه چندین قدرت با هم مشغولند. همینطور که عرض کردم روسیه تمام قدرتش رو در اونجا متمرکز کرده برای اولین بار. در خاورمیانه داره پیشروی میکنه. ایران در اونجا چه داره؟ ایران نیرو داره در هم در عراق هم در سوریه، که بعد میتونم به ایران بعدم اشاره بکنم. یه میخواید الان اشاره بکنم، ایران متحد روسیه است، نیرو داره. از زمانی که آقای پوتین در نوامبر گذشته به تهران رفت با آقای خامنه‌ای ملاقات کرد، یک قرارداد سری استراتژیک بین ایران و روسیه ایجاد شد. سرراست از فرودگاه رفت به دیدار مستقیم از فرودگاه رفت به اونجا. تا اونجایی که من میدونم هیچ کس نبود جز آقای ولایت. و خامنه‌ای هم اصولاً
خیلی علاقه به روسیه داره دیگه، چه میشه کرد. و ایران آقای قبل از این که من برم سر خاورمیانه اجازه بدید راجع به ایران هم شروع کنم. بفرمایید. ایران از زمان انقلاب به این طرف 4-5 هدف داشته. یکی این که انقلاب را به تمام دنیا صادر کنه، البته هنوزم ادامه داره. باید من عرض کنم که هر کشوری البته چه انقلابی باشه، چه خوب باشه، چه بد باشه، حق داره نوار و حد امنیت خودش را بالا ببره که خطرات آینده خودش را کم بکنه. ایران هم این را حق داره با توجه به حمله عراق، با توجه به مشکلات دیگه. ولی هدف ایران هدف تنهایی نیست، هدف شروع انقلاب یا صدور انقلاب هم هست. و در خاورمیانه بزرگ میخواد نفوذ کنه. دوم، ایران هدف دیگرش مخالفت با آمریکا و اسرائیل از روز نخست ادامه داشته تا الان داره. سوم، ایران برای دیترنس یعنی بازدارندگی به سلاح اتمی تکیه داشت که بسازه، ولی با پایان با مسئله برجام این عقب افتاد و عراق درش تخته شد، یعنی مرکز راکتورش. و ایران شاید تا 10 سال دیگه فعلا عقب باشه، کاری نتونه بکنه، ولی یه چیزای دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که خدا میتوند. ایران بعد از اون تکیه کرد به یه چیز برای دفاع خودش، موشک های برد کم، برد متوسط و قاره پیما. به همین دلیل مخالفت ایران با آمریکا وجود داره. مسئله برجام پادر هواست، مخصوصا با آقای آمدن آقای ترامپ. اگر بیاد آقای ترامپ که گفت مذاکرات را از سر شروع میکنیم، که البته این نمیشه چون مذاکرات بین المللی است، چند کشور دخالت دارن. و آقای پنس هم هفته پیش گفتیم ما این قرارداد را پاره میکنیم. ولی به هر حال خانم کلینتون روشش در این حال که دنباله کار آقای اوباما خواهد بود در باره فرجام بر ایران بسیار سفت و سخت و تف خواهد بود. این بود که من حالا برمیگردم به خاورمیانه، به سوریه که فرموده بود، درسته؟ بله. برای اینکه نظم حوادث از مغزم نگریزد باید برگردم به سوریه. آمریکا خواست بشار اسد را برداره، مسکو نتوانست، جلو این را نگرفت. و آمریکا الان پلان بی داره. یعنی چی؟ یعنی در باره این میلیشین ها کمک بکنه سلاح جدید برسد، ولی این میلیشن ها محاصرن در حلب و این محاصره وضع اونا رو به خطر انداخته. به همین دلیل آمریکا بسیار بسیار نگرانه. آمریکا میتونه نو فلای زون ایجاد کنه، ولی از نظر حقوقی نمیتونه، برای اینکه با سوریه در جنگ نیست و باید بره شورای امنیت. در شورای امنیت هم آقای پوتین وجود داره، ولی روسیه از نظر حقوقی در سوریه هستو دخالت میکنه، برای اینکه دعوتش کرده از اون بد یا خوب بدرکوار. امریکا متوجه شده که یا باید خاورمیانه را ترک بکنه که خودش میخواد ترک بکنه، بلکه میخواد به نوعی ترک بکنه که توازن قوا و ثبات در اونجا حفظ بشه، و یا اینکه بیسته و محکم دست به اقدام نظامی بزنه. اقدام نظامی و ایجاد نو فلای زون یعنی پرواز ممنوع
سبب برخورد با اتحادش با روسیه خواهد شد، یعنی جنگ خواهد شد. حالا کدوم رو انتخاب میکنه؟ آقای اوباما من نمیبینم، برای اینکه نمیخواد تا پایان کارش جنگ کن، میخواد راحت بره، به هر حال بره و استراحت کنه، دنبال سخنرانی هایش باشه و مثل آقای کلینتون از هر سخنرانی $200,000 پول بگیره و نمیخواد درگیر بشه، میخواد این خطرات رو بگذاره به دولت دیگر و دولت دیگر هم تا 5-6 ماه کار داره تا جا بیفته. در این مورد روسیه ممکنه قدرتش را در سوریه تحکیم کنه، کاملا مستحکم بکنه. ولی ما میبینیم آقای موری به قول هگل درام بشری و دیالکتیک تاریخ با کمال بیرحمی در خاورمیانه اجرا میشه، نه تنها در اونجا بلکه در موصل، در عراق. در موصل الان جنگ بسیار خطرناکیه و به اصطلاح فتح موصل آسان نیست. من به شما عرض کردم 2-3 ماه پیش که لااقل 20,000 سرباز ضبطه جنگ دیده میخواد که الان نیست، ولی عراق داره کوشش میکنه. داعش سپر هیب انسانی بر اونجا درست کرده و این جنگ بسیار بیرحمانه خواهد بود به خانه به خانه. بنابراین مسئله خاورمیانه وجود داره، وجود خواهد داشت، ممکنه دنیا را به یک جنگ بزرگ بکشونه. و به هر حال الان اون چی که ظاهر ما میبینیم، امریکا هژمونیش را به خاورمیانه داره پایان میده. 100 سال بعد از امپراتوری عثمانی انگلیس و فرانسه خاورمیانه را تقسیم کردن، بعد آمریکا وارد شد. در این 100 سال هژمونی غرب بر خاورمیانه مستقر بود و الان داره تمام میشه. اگر بخوان برگردونن اوضاع را، دست باید به جنگ بزرگ بزنم. آیا این گفتش که وجود داره این امکانات یا نه؟ من الان دارم فکر میکنم که گفتش که تمام عوامل موجود و موانع مفقود در خاورمیانه است برای یک جنگ بزرگ، و به طوری که من میبینم 2 نفر از افراد مهم اینتلیجنس غربی و حتی در مراکز استراتژیکی اظهار نگرانی میکنن. مثلا 10 روز پیش رئیس سابق MI6 انگلیس با BBC مصاحبه کرد و خطر درگیری روس و آمریکا را بسیار قوی دانست و این تهدید روس را برای دنیا هم خطرناک دانست. هفته پیش یک گفتش که کارشناس برجسته CIA هم این حرف زد، گفت من هرگز در عمرم این همه نگرانی از ناسیونالیسم روس ندیدم که اکنون بسیار خطرناک است. بنابراین این وجود داره. شما میدانید که بشر ناقصه، بشر داره اشتباه میکنه، بشر خودخواهی داره. چیزی که الان مانع شده از این جنگ یه چیزه فقط، ترس از سلاح اتمی است که به کار بره. روسا گفتن ما اگر آمریکا بخواد در کریمه یا در سوریه نو فلای زون ایجاد کنه، هواپیمای روسی را بزنه، ممکنه روس از سلاح‌های تاکتیکی اتمی استفاده بکنه. من نمیدونم باید ویتنسی صرف کرد و دید و منتظر اشتباهات بشر بود. آقای دکتر، روسیه قدرت داره واقعا یا حرف میزنه یا هر دوش؟ هر دو. برای اینکه ببینید روسا، جمعیت روسا الان دارن پیر میشن، اقتصاد روس ضعیف شده،
ولی روس یک مرد توانایی داره که دستش ممکنه خیلی قوی نباشه ولی بازیش قویه، بلوف هم میزنه. البته سلاح‌های بسیار جدیدی داره که در اون تمرکز کرده در این دفعه 10 سال، و با توجه به این سلاح‌ها، با توجه به اینکه غرب رهبر بزرگی نداره، چون دنیا دیگر رهبران بزرگ نداره. آقای موری، توماس کارلایل یه حرف میزد، گفت عصر جدید عصری است که قهرمان و قهرمان پرستی وجود نداره، که لازمه یک تمدن بزرگ. عصر امروز آقای موری عصر ابتذاله، عصر مس میدیاست، عصر کمپیوتره. 4 بیلیون شنونده کمپیوتر در دنیا دارید، اونها هستن که در دنیا حکومت میکنن، شکل میدن به دنیا. بنابراین ما نمیدونیم چی میشه. در این میان ضعف رهبری غرب، گفت رهبران بزرگ در دنیا مرخصی رفتن، ولی یک نیمچه رهبری هست در روسیه که شاید رهبر قوی باشه، فعلا اون وجود داره و از ضعف غرب استفاده میکنه. چقدر میتونه پیش بره؟ تا چقدر میتونه میتوانند اجازه دهند بره؟ من نمیدونم. گفت اینجا باید به فکر تله توسیدیس بود، چون رهبران غرب دچار اشتباه میشن، فکر میکنن قدرت دارن، فکر میکنن در جنگ میبرند و گرفتار تله توسیدیس میشن. های دکتر، در این 8-9 دقیقه پایانی برنامه سوال من این است که این جنگ های نیابتی خاورمیانه، این تنش میان عربستان و ایران، این مقابله ها کارشون به کجا خواهد رسید؟ هم اکنون جنگ روانی، سیاسی و نیابتی بین عربستان و ایران وجود داره. ایران به هر حال قدرت مهم خلیج فارس و عربستان نمیتونه اون را تحمل بکنه، و بعد هم هر دو در یمن رقابت شدید دارن. ایران در یمن دخالت میکنه بدون شک، عربستان هم در یمن از هواپیماهای امریکا F-16 F-15 استفاده میکنه و مردم بیگناه یمن را میکشه. امریکا هم از یه طرف انتقاد میکنه، از یک طرف هم اینتلیجنس و همه چیز به عربستان میده. چرا؟ چرا امریکا دخالت میکنه؟ برای یه دلیل بیشتر نداره، و اونی است که ایران بر باب المندب تسلط پیدا نکنه. نگرانی امریکا این است که تسلط بر باب المندب، داشتن خلیج فارس، ایران را، قدرتش را در خاورمیانه بسیار بالا میبره، توازن را در ردسی یعنی دریای سرخ و قسمتی از مدیترانه به هم میزنه. 3 تنگه مهم در دنیا است که در حدود 7 تریلیون تجارت از سه تنگه میگذره. خیلی ها، تنگه هرمز، تنگه باب المندب که به سوئز وصل میشه، تنگه مالاکا، و ایران یکیشو داره، مهمترینشو داره، کاملا هم مستحکم کرده به هر حال. و امریکا نگرانه و به همین دلیل به عربستان کمک میکنه که یمن که جنبه استراتژیکی داره و این تنبه این تنگه در دست آن نیفته. سرنوشت هواپیما عربستان سعودی و ایران آیا به جنگ میکشه؟ من نمیتونم، من فکر نمی کنم، مگر اینکه پشتیبانی امریکا و اسرائیل داشته باشه. اسرائیل از عربستان پشتیبانی میکنه، ادوایز میده، اینتلیجنس میده، از ایران هم خیلی خیلی بدش میاد و عربستان هم کمک میکنه به مسائل جداجویی در اطراف ایران. رژیم هم کمک میکنه به گفت نقض حقوق بشر دائم در مورد
اقلیت‌های مذهبی. حالا این به کجا میرسه من نمیدونم. من فکر نمی‌کنم که جنگ بین عربستان رخ بده، ولی گفت نمیدونیم حوادث بشری و دخالت گفت پروویدنس یا دخالت اینترونشن از بالا. آقای دکتر همایون، البته پیشبینی کار پیامبرانه، ولی آیا میتوان از همکنون روسیه و آمریکا را در 50 سال آینده دید؟ یعنی 50 سال دیگر؟ پیامبران هم پیشبینی نمیتونستن بکنن، دروغ. دنیای سیاست هم دنیای پیشبینی نیست. چرا؟ برای اینکه سیاست ناپایداره، همه چیز عوض میشه، اون چی که دیروز بود امروز دیگر نیست و دنیای متغیر فعلی اصلا قابل پیشبینی نمیتونه بشه. ولی اون چی که میشه برداشت کرد اینه که ما با دنیای بد و دنیای بسیار متلاطم و روبرو خواهیم شد. چرا؟ برای اینکه در کنار امریکا که یک قدرت بزرگیست و حافظ امنیت، توازن و ثبات جهان بود، قدرت های دیگه پیدا شدن. یکیش مهمترینش چینه، دومیش روسه. بنابراین پیشبینی نه پیشبینی، پیشبینی غیر قابل انجامه. بل نمیشه، اصلا نمیشه. آدم عاقل که پیشبینی نمی کنه، اگر بکنه که به نظر من درست نیست، عاقل نیست. بالبین های قدیم میکردن، من نمیدونم، پیامبرانم هرگز پیشبینی نمیتونستم بکنم، اگر بکنم دروغه. هیچ پیغمبری من ندیدم که پیشبینی بکنه. آقای دکتر حرفای زدن البته قابل پیشبینی نیست، درستم نیست. آقای دکتر همایون، در جانا. ارتباط با تسخیر موصل، یعنی بازگرداندن موصل به عراق، دفتر حقوقی سازمان ملل، دفتر حقوق بشرش اعلان کرد که گروه حکومت اسلامی یعنی داعش 550 خانواده را از روستاهای اطراف شهر موصل به اسارت گرفته و آنها را در نزدیکی مراکز وابسته به این گروه مستقر کرده تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند. بله آقای موری، جنایات بشری، مسئله داعش، موصل به این آسانی تمام نمیشه، برای اینکه چندین قدرت دارن می جنگن. عرض کنم پیشمرگه است، ترکیه مواظبه، ایران دخالت داره، امریکا دخالت داره و باید خانه به خانه جنگ کنن و داعش هم سرسختی میشه نشون میده. کی تمام میشه من نمیدونم. بعد از تمام شدن چه کسی اعلام فتح میکنه، چه کسی وارد پایتخت موصل میشه، عراق میشه، من نمیدونم. اینا با هم اختلاف خواهند داشت و به هر حال جنایت در اونجا ادامه داره و باعث تأسفه که بعد از 3000 سال، 2600 سال که ایران عامل آزادی بشر بود، عامل احترام به مذاهب بود، الان ما با چنین فجایعی روبرو میشیم. آقای دکتر، بفرمایید که این فراریان داعش گفته میشود به سوی اروپا در حرکت خواهند بود و موقعیت آرامش کنونی اروپا رو به هم خواهند زد. بله، اینها بعد از این که اگر فتح بشه موصل، عده زیادی را میکشن، عده زیادی فرار میکنن به اروپا، در اونجا شبکه های تروریستی ایجاد میکنن و زندگی را برای اروپا، حتی برای امریکا و برای دیگران تلخ میکنن. بله، این مار گفت افسره و تمام شدنی نیست به این زودی. من بارها حضورتون عرض کردم و شما با یک اسلام اکستریم
وهابی روبرو هستید که هنوز هم از مرکزش که عربستان سعودی است الهام میگیره، پول میگیره، اجازه کمک میکنه و وجود داره. کی تمام میشه؟ من نمیتونم. یک جنگ صلیبی جدید نامرئی است. آقای دکتر همایون، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگری. ممنونم از شما و تلویزیون اندیشه و شنوندگانی که به حرف من گوش دادن و خستشون کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای دکتر.